دوستای نازنین به چینل یوتیوب ما خوش آمدید. کیک یکی از خوشمزه ترین و پرمصرف ترین دسر در تمام جهان محسوب می شود. در تمام مراسم حتما جایی برای بروش کیک خالی است و در تمام محافل و مناسبت ها حتما یک کیک در کار است. من چند نکته را برای شما نازنین ها پیشنهاد می کنم. با مراعات کردن آن می توانید یک کیک خوشمزه با ظاهر عالی تهیه کنید. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. اما قبل از همه از شما نازنین ها خواهش می کنیم تا ویدیوهای ما را لایک، چینل ما را سابسکرایب و زنگوله کنار سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید. 1. قبل از آماده ساختن کیک داش خود را روشن کنید تا به اندازه کافی گرم شود. 2. آرد کیک را قبل از استفاده 3-4 مرتبه علف کنید تا هوا بگیرد و کیک شما خوب بافت کند. 3. بیکنگ پودر یا پودر کیک را در یخچال نگهداری کنید تا خاصیت خود را از دست ندهد. در وقت پختن کیک آن را با آرد مخلوط کنید و بعد از آن با علاوه کردن به دیگر مواد زیاد به هم نزنید. 4. سفیدی تخم مرغ را تا حد به هم بزنید تا شکل کریم را به خود بگیرد و خود را از ظرف جدا نکند. 5. اگر کم آرد و یا چند قطره لیمو به سفیدی تخم مرغ علاوه کنید خود را زودتر به شکل کریم در می آورد. 6. به خاطر اینکه کشمش و یا چارمغز و تمام قسمت های کیک یکسان باشد با کم آرد مخلوط کنید. بعد از آن با مواد سائل که برای کیک در نظر گرفته اید مخلوط سازید. 7. بعد از پخته شدن کیک را هیچگاه از قالب داغ جدا نکنید، بگذارید سرد شود. 8. اگر کیک شما سوخت اجازه دهید کیک کاملا سرد شود، بعد از آن باید کارت تراش کنید. شما می توانید قسمت تراش شده را با پودر دارچین، پودر شکر و یا مربا پوش کنید و بهتر تزیین کنید. از اینکه با ما همراه بودید اظهار سپاس. امید در تمام عرصه های زندگی موفق و کامیاب باشید.